سلام دوستای عزیزم، امیدواریم که هر جا که هستید حالتون خوب و عالی باشه. ما در شهر اصفهانیم و تو این ویدیو میخوایم بریم یک هتلی رو بهتون معرفی کنیم که هم قیمت مناسبی داره و هم کیفیت عالی داره. اینجا هتل آرمنیا هستش تو محله جلفا، که اگر یک روزی خواستید به استان اصفهان بیاین و خواستید که توی هتلی اقامت داشته باشید که نه هزینه زیادی برای هتل بدید و هم کیفیت عالی داشته باشه، میتونید بیاین از هتل آرمنیا استفاده کنید. ما طبق معمول مثل ویدیوی قبلی میریم و از اقامت و صبحانه و امکانات این هتل بهتون میگیم، پس پیشنهاد میکنم که تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. و این هم ورودی هتل سنتی آرمنیا هستش که به محض ورود کاملا انگار میرین توی دوره تاریخی و قشنگ المان‌های جالبی هم داره از گذشته. خیلی فضای جالبی داره، همین که الان من وارد شدم حس و حال خیلی خوبی رو گرفتم. حالا بریم تو ادامه بهتون توضیحات بیشتری راجع به این هتل بگم. و این هم قسمت اصلی هتل، حیات خود هتل که توی خونه قدیمیه. یه توضیح بهتون بدم، ببینید اینجا یه خونه 130 ساله هستش توی محله ارمنی نشین اصفهان، توی محله جلفا، که حدود 4 سال پیش اینجا رو مرمت کردن و حالا بازسازی کردن و تبدیل کردن به هتل آرمنیا. و اینکه این هتل توسط یک خانواده ارمنی اداره میشه، و اینم بهتون بگم که 28 اتاق داره، امکانات رفاهی خیلی خوبی داره و خیلی نزدیک به کلیسای وانک هستش، کلیسای 400 ساله وانک، که قبلا هم ویدیو گرفتم، حالا نمیدونم دیده باشید یا نه، که حتما میرم بهتون نشون میدم که چجوری برید. خیلی نزدیک به اینجاه و اینکه حیاتش هم خیلی قشنگه واقعا، یه هتل عالی و بتونم گفتم ولی ویدیو مغروم به صرفه، که میتونید بیاین اینجا یه شب اقامت خیلی خوب داشته باشید. حالا بریم ببینیم که اتاقش چجوریه. سلام، بریم که اتاقا رو ببینیم که اتاقمون چجوریه. خب اینجا اتاقی که ما گرفتیم توی طبقه دومه، و اینجا حالا قبل اینکه وارد اتاق بشیم یه عکس خیلی جالبی داره بهتون نشون بدم. همه عکس‌ها قدیمیه. اینم از اتاق ما.
بریم ببینیم که داخلش چجوریه و چیا داره که بهتون بگیم. یه اتاق خیلی قشنگ و جمع جور، البته من قبلش عکس رو دیده بودم که بهتون بگم که با توجه به قیمتی که گرفتیم خب خیلی مناسبه. همه نوع امکانات هم داره دیگه برای یه شب اقامت، و به خصوص این پنجره های رنگی که خودم خیلی دوستش دارم، و یه دونه بالکن اختصاصی که ما این اتاق گرفتیم، اتاق دو تخته دبل با صبحانه با بالکن هستش، اتاق دبل بالکندار بهش میگن. و اینم که دارید میبینید چه بالکن قشنگی، یه نیمکت های سبک ارمنی اگه اشتباه نکنم اینجا گذاشتن، و این حیاط بسیار زیبا و فوق‌العاده که دارید میبینید. راجع به قیمتش بهتون بگم، اینجا شبی تقریبا حدودا 1,800,000 تومانه، به دلار هم بخوام بگم مخاطبای خارجی بدونم میشه حدود 35-36 دلار. ما البته میخواستیم اتاق شاهنشین رو بگیریم که دقیقا اتاق روبرویه طبقه بالا، ولی خب متاسفانه رزرو بود، ولی نتونستیم دیگه اونجا رو بگیریم. برای همین اتاق هم که گرفتیم که خیلی راضی هم ازش، خیلی قشنگ ویو خوبی داره. حالا حتما شب اینجا رو هم بهتون نشون میدم که ببینید. از اونجایی که همیشه من همه چی رو نشون میدم، اینم بهتون بگم، دو تا لیوان و چای ساز و تلویزیون، آینه، اینم که اینم یخچالشه که همین چیزایی که دارید میبینید و داره. اینجا هم که رخت آویزه، چیز خاصی نیست. صندوق امانا، سیف باکس و سشوار هم داره خوبه، و بالش اضافی. اینجا هم سرویس بهداشتیشه، خوبه، تمیزه، همه چیو داره. میگم آدم باید با قیمت مقایسه کنه دیگه. قیمتی که داریم الان میدیم نسبت به اون چیزی که هست و اون محله جلفا واقعا واقعا خوبه. خب غروب شده، اومدم اینجا، گفتم این جرات دست ندم بهتون نشون بدم. اینجا هم لپتاپ گذاشته بودم که یه خورده کار کنم، ولی دیدم نه، حس حال کار نیستش. ببینید چقدر قشنگه، خیلی شلوغ‌ترم شد نسبت به صبح. ده ظهر دیگه، ما ظهر اومدیم، خیلی بهتر شد، خیلی قشنگه. هوا هم جاتون خالی خیلی خوبه، نه گرمه و نه سرده، و خیلی قشنگه. حالا بریم پایین، قسمت های دیگه هم بهتون نشون بدم.
اینجا یه فروشگاه چرمه که کالاهای چرم دستساز میفروشه، مثل کیف و کفش و کمربند و اینا. فروشگاه هم بهتون نشون بدم، ببینید بوتیک چرم گاویانی هستش. من پرسیدم همه این محصولاتی که میفروشن اینجا همه چرم دستسازه، بعد تازه میتونید سفارش هم بدید که حالا چی میخواین و چه رنگی میخواین که براتون به صورت سفارشی درست کنن، و اینکه خیلی کیفیت خوبی هم داره، از نزدیک دارم نگاه میکنم. قیمت هم بهتون بگم، تقریبا قیمتاش بین 2 میلیون تا 5 میلیون تومان هستش، حالا متفاوته دیگه، 2 میلیون خورده‌ای اینا تا، ولی نهایتا من سوال کردم برای یه محصول ممکنه بین 2 تا 5 میلیون تومان باشه. خب دوستای عزیزم، ما الان با مدیریت هماهنگ کردیم و خود مدیریت اومد به ما این طبقه بالا رو نشون بده. از اینجا خیلی نمایش جالبی داره به کلیسای وان که دارید میبینید. و یه چیز دیگه هم هستش اینه که اینجا اتاق شاهنشینه. خب ما خیلی دوست داشتیم که این اتاق رو رزرو کنیم و از اونجایی که اینجا پر بود دیگه نتونستیم بگیریم، گفتم اینجا رو بیام بهتون نشون بدم که اتاق شاهنشین و اتاق 5 تخته قاجار از گرونترین اتاقهای اینجا هستش، که تقریبا اتاق شاهنشین شبی 3.2 میلیون، اتاق 5 تختم شبی 4 میلیون تومانه. اینم که دارید میبینید همون بالا که مشخصه کلیسای زیبا و 400 ساله وان، که بریم الان از خود محله جلفا بهتون اونجا رو نشون بدم. اینجا خود خیابون جلفاه، حالا کوچه جلفا بهش میگن، که از هتل بیاین بیرون دقیقا همچین چیزی رو میبینید. خیلی محیط خوبی داره، خیلی خیابون قشنگیه، نورپردازی قشنگی داره، و همیشه ما که میایم به شهر اصفهان دقیقا اینجا رو یه بار میام حداقل پیاده روی کنیم، حالا که هتلمون دقیقا همینجا هستش. بابا
شما همینقدر که ما الان اومدیم رو بیاین میرسید به کلیسای وانگ که الان خب تعطیل تقریبا صبح فکر کنم 8-9 صبح باز میکنه تا حدود 4-5 بعد از ظهر و این هم خود کلیسای 400 ساله و یکی از بهترین جایی که اصفهان اومدین حتما باید به این ببینید. همینجاست کلیسای وانگ هستش که ویدیوشو گذاشتم قبلا توضیح کامل دادم که اگر هنوز اون ویدیو رو ندیدید لینکش رو میذارم که بتونید ببینید. صبح بخیر دوستان، الان صبح هستش و اومدم که صبح اینجا رو هم از سوی این بالکن زیبا بهتون نشون بدم. الان فکر میکنم حدود ساعت 8:30 صبح و دیگه باید بریم برای صبحانه. یک سری هم که رفتن و دارن صبحانه شون رو میخورن. بریم ببینیم که صبحانه این هتل چجوریه. اینجا من یک سری عکس جالب دیدم، حالا یادم رفته بهتون نشون بدم که بیفور افتر، یعنی الان این هتل قبلش اینجوری بوده و بعد اینکه مرمت کردن شده این. خیلی جالبه بهتون نشون بدم اینا رو که بدونید. مثلا این عکس رو شما نگاه کنید، این حیات هتله، قبلا این بوده و الان اگه این صدای آقا کلاغه بذاره شده این. خب از اینجا شروع کنیم. اینجا انواع نونهای سنتی رو میبینید، نون لواش و بربری، نیمرو، املت، سوسیس، اینم عدسیه، حلیم که حتما رو بدین اسفان امتحان کنید. این برم که چای و انواع چای و نسکافه و گوجه و پنیر و خیار و اینم صبحانه ای که ما گرفتیم، نیمرو و املت رو گفتم، حلیم از دست ندید و نون و این منظره زیبا، واقعا حیاتش خیلی قشنگه. دوستان من اومدم یه سری عکسای قدیمی و دلم نیومد که بهتون نشون ندم. ببینید اینجا کره سازی تو اصفهان، کشتی گیرانه که خودتون میدونید کشتی تو ایران به خیلی محبوبه. اینا کشتی گیرای باستانی هن. خیلی
خیلی این عکس ارزشمنده. و اینا هم دارن منبت کاران هستن تو اصفهان که منبت کاری یکی از صنایع دستی خیلی ارزشمند و اصیل اصفهانه. اینجا هم یک سری از کارگران رو داره نشون میده که توی خونه جدید هولتسر هستش تو سال 1892 میلادی. یه توضیح بهتون بدم که ارنست هولتسر، اگه درست تلفظ کرده باشم، یک مهندس و یک عکاس آلمانی بوده که میاد و سالها تو اصفهان زندگی میکنه، همینجا هم ازدواج میکنه و تو همین محله جلفا هم دنیا میره. دقیقا همین شخصی که دارید میبینید به همراه خانوادش هستش. دوستای عزیزم، خیلی ممنونیم که این ویدیو رو دیدید، خیلی ممنونیم که ما حمایت میکنید. واقعا هتل سنتی آرمنیا با توجه به مبلغی که پرداخت میکنید خیلی قشنگه و واقعا یه حس خیلی خوبی به آدم میده از حالا مدیریتش و کارکنانش. من خیلی راضی بودم و اینکه خیلی شیک و تر و تمیزه و با اینکه توی محله جلفا هم هستش خیلی راحت میتونید برید جاهای دیدنی اصفهان رو ببینید، مثل کلیسای جلفا، کلیسای بیتلهم و خیلی نزدیک به 33 پل و پل خاجوه. و اینکه به نظر من از نظر حالا اقتصادی بخوایم بگیم خیلی هتل مقرون به صرفه ایه و من این هتل رو بهتون پیشنهاد میکنم که اگر به شهر اصفهان اومدید این هتل رو از دست ندید، یه تجربه خیلی جالبی میشه براتون. حتما نظرتون رو راجع به این ویدیو به ما تو قسمت کامنت ها هم بدید. براتون هر جا که هستیم آرزوی موفقیت و سلامتی داریم. مواظب خودتون هم باشید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.